شانزدهمین جشنواره فیلم Arabian Nights یا چشم‌اندازهای عربی بهار عرب را به پاییز واشنگتن آورده است. جشنواره امسال به موضوعات گوناگون دنیای عرب می‌پردازد. وقایع مصر نیز در 5 فیلم از توجه ویژه‌ای برخوردار است. We wanted to focus on Egypt because there is a wealth of cinema coming out right now from Egypt. توجه به مصر به این خاطره که در حال حاضر فیلم‌های زیادی در مورد انقلاب مصر در حال ساخته شدنه و همین که در این دوره از زمان بازگویی داستان‌های بهار عرب از اهمیت خاصی برخورداره. بینندگان فیلم‌های جشنواره رو گروه‌های مختلف تشکیل میدن، مثل دولتی‌ها، وزارت خارجه، پنتاگون، دیپلمات‌ها، دانشجوها و استادا. مخاطبینی که میخوان دنیای عرب و از زاویه متفاوت از اون چه رسانه‌های آمریکایی ارائه میدن ببینن و با زندگی روزانه مردم و مشکلات اونا آشنا بشن. فیلم‌ها طیف گسترده‌ای از اون چه رو که مردم عادی با اون دست و پنجه نرم می‌کنن نمایش میده، مثل موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مشکلات خانوادگی و نقش زنان. بعضی از فیلمسازان در زمان نمایش فیلم در سالن سینما حضور یافتند و به پرسش‌های بینندگان پاسخ دادند. خالد ابوالنجا، تهیه کننده و بازیگر نقش اول درام موزیکال میکروفون، فیلمی در مورد زندگی هنرمندان زیرزمینی است. به نظر من هنرمند باید در به تصویر کشیدن واقعیت صادق باشه، حالا موضوع هرچی که باشه. در این فیلم ما سعی کردیم زندگی هنرمندان رو در زمینه دیوارنگاری، موسیقی و حتی اسکیت بورد سواران شهر اسکندریه نشون بدیم. همه اونها در یک چیز با هم شریک بودن و اون در افتادن با اولیای امور بود، مثل مرکز فرهنگی، پلیس یا حتی پدر و مادرها. همه به خاطر حقی ساده اما مهم جنگیدن و اون آزادی بیان هنر در قالبی شخصی بود. خیلی ها میکروفون رو فیلمی انقلابی میخونند، در صورتی که فیلم پیش از انقلاب مصر ساخته شده بود و اولین روز اکرانش 25 ژانویه بود که کسی هم برای تماشا نرفت، چون همه در میدان تحریر جمع شده بود. اوضاع ایران و ترکیه و دنیای عرب شباهت زیادی به هم داره و رژیم های حاکم مردم رو سرکوب می کنن. ما به دوره ای وارد شدیم که قدرت مردم به قدرت حاکم غلبه کرده. انقلاب تونس الهام بخش انقلاب مصر بود و انقلاب مصر هم الهام بخش شورش لیبی و قطر و یمن و همه دنیای عرب بود. این مردم بر این باورن که همه با هم یکی هستند. الکساندر کینیاس یکی از فیلم نام نویسان فیلم خروجی قاهره است. فیلمی در مورد عشق ممنوع دختری مسلمان و پسری مسیحی که برای آینده‌ای بهتر مجبور به ترک وطن می شوند. خروجی قاهره به چند مشکل اساسی می پردازه. موضوع اول فارغ التحصیلان دانشگاه هستند که با بیکاری و فقر دست و پنجه نرم می کنند. موضوع دوم ازدواج بین دینهای مختلفه که موضوعی ممنوع محسوب می شه. موضوع سوم مشکلات زنانه. زنانی که از زور بیکاری مجبور به تنفروشی می شن. در مورد ازدواجهای مصلحتی به خاطر پول. بسیار اتفاق میفته که مردان ثروتمند از مصر و کشورهای اطراف با دختران جوان ازدواج میکنن و در واقع اونا رو میخرن. این مشکلات وجود داره و با بی‌اعتنایی و سکوت از بین نمیره. In Egypt, to be able to film a movie, تو مصر برای ساختن فیلم باید از 3 خان بگذری. اداره سانسور باید فیلمنامه رو تصویب کنه، مجوز برای فیلمبرداری صادر کنه و در آخر فیلم پس از ساخت با فیلمنامه مقایسه میشه تا اجازه پخش داشته باشه. با فیلمنامه ما موافقت نشد. تو خیابونای قاهره حمل یک دوربین بدون مجوز جرمه. به همین خاطر باید با پلیس موش و گربه بازی میکردیم. همه فیلم در این شرایط ساخته شد. هنوز نمایش این فیلم در مصر ممنوعه، در حالی که از مشکلات همون مردم میگه. 18 روز از تحصن 18 روزه مردم در میدان تحریر میگوید.
8 فیلمساز مرد و 2 فیلمساز زن 10 فیلم کوتاه را کنار هم چیدند تا صحنه‌هایی در مورد انقلاب مصر را که دیده، شنیده و یا تصور کرده اند را به تصویر بکشند. وانت من اهلك انت اعمل محضر زي ما هي بتقول. 6-7-8 فیلمی جسورانه از داستان زندگی 3 زن از طبقات مختلف مصر است که با مزاحمت جنسی روبرو هستند و وقتی قانون از آنها حمایت نمی کند برای تصویب قانونی جدید می جنگند. پاییز امسال با 11 فیلم در این جشنواره بینندگان را به تماشای منظره هایی از بهار عرب می برد. تانیا دربند، صدای آمریکا، واشنگتن. اجمل حاجه بحبها فيكي هي دي.